چسبیده بودم بلبله آبجوش، بعد نمیتونست اینقدر با شروع کرد ضربه زدن که وقتی شروع میکرد میزد تو سرم و تو دنده هم و اینه دیگه دیدم و دست میدادم دیگه، هیچ چسبیدم بلبله آبجوش میخواستم صدام نمیده، هر نمیومد اصلا مهلت نمیداد نفسم در بکر که آقا هی میخواستم بگم آقا حداقل بذار از این آبجوش بیام این ورتر، چسبیدم بشتم میسوختم بذار بیام این ورتر بعد کتک بزن دیگه، تو اون حالت هی میزد و اینا دیگه. به شدت کتک میزد، خیلی بد میزد، خیلی وحشتناک. حتی جسارت تموم گفتش که زدم که زدم، اختیارت داشتم. میدونستم بالاخره تا کتک رو نزنه حالش جا نمیاد. سر خودم دلم خواسته زدم. خلاصه اینقدر خرخرم فشار میداد که من هی چنگ میزدم که یقه اینو بگیرم، خوشو کشیده بود که نام من نچسبمش. مثلا یهو بهم خیره میشد میدونستم میزنه. میدونستم الان کتک میخورم. با هر وسیله‌ای که فکر کنی مورد ضرب و شتم زد، چاقو بذاره زیر گلو، آب بریزه سر جون، مثلا با بیل، هر وسیله‌ای که فکر کنی منو میزن. واقعا یه سریاشون اصلا متوجه شرایط نیستن، اصلا نمیدونن که مثلا این طرف واقعا نمیتونه، حق نداره که اصلا زنو تحت هیچ شرایطی کتک بزنه. میگه که خب زنم بوده دیگه، دوست داشتم، به شما چه، به تو چه، تو اصلا کی هستی؟ بعد از دو سه بچه دار که شدیم این یه دفعه خودش نشون داد، دیدم یواشه شروع کنه میگه من هر بلایی سر تو بیارم، چون خانواده آبروداری هستیم، مادر طلاق تو رو از من نمیگیره. این آدم تعرض جنسی کرد به برادر من که خیلی ضربه بزرگی بود و من خواستم اون زمان طلاق بگیرم بیام که نذاشت. خلاصه من به خاطر این بچه موندم و باز به خاطر آبروی خانواده کتک میزد، میگفتش که نه میری نه میمیری.